آسمان به همه تعلق دارد، میگوید چهاروخ یادگروف، کسی که تا حال 569 مرتبه از بلندی به زمین پریده است. بالاترین نقطه جهیشی و 5900 متر است که با 100 پاراشوتیست در فضای مسکو نمایش داده است. مردم گمان میکنند که ما آدمان غیر عادی هستیم. ما نمیدونیم ترس چیست. برای همین میخواهم تکمیل یابم، استاد شوم. به دیگران امکان فراهم آورم که آنها پشت خود بالها پیدا کنند، بی جهند و بی پرند. شاهروخ میگوید در این نوعی ورزش خود را پیدا کرد و نمی ترسد. در جمعیت پاراشوتیست ها کسانی هستند که در زندگی خود را گم کرد و اینجا خود را یافت. ما اعضای یک آیله چون برادر و خواهر. میانی پاراشوتیست ها چنین باور هم هست که پرواز نخستین را کسی فراموش نمی کند. 26 ایول روز پاراشوتیست ها بود. از 5000 متر پریدیم. البته از ترس چشمانم را پوشیدم. وقتی باز شدن پاراشوت کمی خود را گم کردم. چون چشمانم را کشادم منظره زیبایی را دیدم. زمین کره شکل بود. آشنایان شاهروخ را نصیحت میکردند از این ورزش دست بردارد. میگفتند به جان خطر دارد و خرج بهوده است. از نظر من در خانه ششتن و کار نکردن، نوشیدن مشروبات و در تنگنای از زندگی شکوه کردن کار درست نیست. اینجا من خوشبختم. این بخش بزرگ زندگی من است. تمرینگاه فخرآباد 30 کیلومتر دورتر از دوشنبه مکان تجمع دوستداران جهیدن با پاراشوت است. بار اول از بلندی 800 متر میپرند و قبلا راهنمایی میشوند. آسمان به همه تعلق دارد. من هم آدمان بی دست و پا را دیدم و هم مایوسان را که میپرند. آسمان همه را میپذیرد. اساس خواهش است و شادی و دیگر هیچ. کسانی که باری اول کیفیت پرواز را احساس کردند، ترس را در گوشه های دل ماو ساختند. من به نهایت به طاقت بودم که من میپرم. چند بار با من گفتند که انتظار شو، نوبت تو میرسد. بعد احساساتی که پیش در آمدن من وجه نخواستم پریدن، ولی پریدم. ایره 4 سال است به این ورزش مشغول می باشد و روز خود را به این پرواز ها رنگی نمی بیند. آهسته آهسته عادت میکنی و یک عملی معمولی میشود. بعدا به آن روحان میپیوندی و باز میخواهی و باز میخواهی. شاهروخ میخواهد این ساحه رشد نکرده ورزش تاجیک را معمول گرداند. میخواهد وطنش در این نوع چمپیون های خود را داشته باشد. 2016 در یک سبقت در روسیه جای اول را گرفتم. من آنجا از طرف روسیه برآمد کردم. من میخواهم نه پرچم روسیه را رو بردارم، بلکه در تیم تاجیکستان باشم.